هموطن، هموطن بی وطن خواهی ماند گر از این بیش تو بازیچه بیگانه شوی. گوش جان را بگشا، عقل را همسفر خیش نما، و نه چون بوم تماشاگر ویرانه شوی. درود بر بینندگان خوب و عزیز و نازنین در یک روز دیگر سال 2009. دو روز دیگه به پایان سال 2009 میلادی باقی است. 2009، باورتون میشه 1979 یک دفعه یک ملتی از خواب بیدار شد، همه چیز به هم ریخت، دگرگون شد. یه واژه‌های تازه در ادبیات ما خانه گرفت: اعدام، زندان، قصاص، مصادره اموال، خدای قاسم جبار و دور تازه‌ای از زندگی آغاز شد. غربت‌ها، جدایی‌ها، سفرها، مهاجرت‌ها، هزاران هزار هموطن ما شروع کردند چمدان به دست از این کشور به اون کشور، دنبال کارت اقامت، دنبال ویزا، بچه‌ها مدرسه برن. چه مکافاتی! سالها پشت سر هم گذشت، نسلی، موی نسلی سپید شد، چین و چروک بر پیشانی نسل ما نشست. همه چی تغییر کرد، همه چی دیگرگون شد. کمتر صدای مهر از کسی شنیده می شد. هر چی بود مشتهای گره کرده، خشم و کینه و نفرت، توهین، تهمت، افترا، و همه اینها در زیر پوشش نام خدا، قرآن، پیامبر علی. علی مهربان یار ایتام یک شبه شد علی سردار جنگی که در یک روز ده ها نفر رو سر می زده. بخشش جای خودش رو به کینه توزی داد. در طول این 30 سال بدون تردید خیلی از شما از خودتون سوال کردید که چرا اینطور شد. دیروز یک آقایی آمدند روی خط من و یه مطلبی رو به من گفتند. گفتند که من نه طرفدار پادشاهی هستم، نه طرفدار جمهوری هستم، ولی یه چیزی رو میدونم و اینه که در 31 سال پیش وضع ما یه جور دیگه بود، یه شکل دیگه بود. گفت اینو میدونم، یه احترامی داشتیم. خب حالا خیلی چیزا عوض شده، دوباره یک موقعیت استثنایی برای ملت ایران به وجود آمده. خیلی مهم و خیلی استثنایی. اما این اولین باری نیست که چنین موقعیتی برای مردم ایران به وجود میاد. در طول تاریخ بارها و بارها چنین موقعیت‌هایی برای وطن ما، برای مردم ما به وجود آمده. متأسفانه یکی از بزرگترین
بزرگترین اشکالات و معایب ما عدم آگاهی از تاریخ. ما تاریخمون رو نمیشناسیم. تاریخ ما عمدتاً محصور است به 37 سال سلطنت شاه که خودمون شاهدش بودیم، حالا یه خورده قدیمی ترها از دوره رضا شاه و بالاخره این 31 سالی که در دوره جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. اما چیزی رو که نمیدونیم اینه، چرا بعد از دوران کوروش هخامنشی اولا قرنها ما از دایره تمدن بیرون افتادیم و بعد از اون هر زمانی هم که کسی کسانی قومی خواست سر بلند کنه بالاخره نشد و سرکوب شد و از بین رفت. بذارید من بهتون یک رازی رو فاش کنم. امروز میخوام یک رازی رو براتون فاش کنم و اون راز عبارت است از این که در تمام 14 قرن گذشته حکومت‌های ایران حکومت‌های دینی بودند. هر زمانی که این صفت دینی حکومت پررنگ بوده یا پررنگ تر شده، وضع اجتماعی و سیاسی و معاش مردم بد و بدتر و بدتر شده و هر زمانی که کسی جرأتی یافته، شهامتی پیدا کرده و صفت دینی حکومت رو یا کنار گذاشته یا بی‌اعتنایی کرده یا ندیده گرفته، تا حدودی وضع مردم بهبود پیدا کرده. اشتباه نکنید، در دوره محمد رضا شاه پهلوی ما حکومت شاهنشاهی اسلامی داشتیم. این رو از یادتون نبرید. چرا؟ چون اولا مملکت دارای مذهب رسمی بود. مذهب رسمی و دین رسمی که در هیچ کشور متمدن جهانی شما همچین چیزی رو نمیبینید. دوماً بر اساس قانون اساسی مشروطه تمام مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی باید میامد در زیر دست 5 مجتهد جامع الشرائط و اونها تایید میکردن، یعنی 5 تا آخوند حوزه دیده رأیشون ارجح بود بر رأی تمامی نماینده های مردم. 3، بر اساس قانون اساسی مجلس شورای ملی حق نداشت قانونی مغایر قوانین اسلامی وضع بکنه. بس ملازمی فهمید. حالا اگر شاه و دوره شاه به این مواد و تبصره ها کم اعتنائی کردند، نگاه درستی نکردند، توجه نکردند، اون یه امری سلاده. ولی قانون و چارچوب قانونی مملکت ما همیشه مملکت اسلامی بودیم. در یه دوره مثل صفویه، در دوره قاجاریه، دوره قاجاریه تا آمدن رضا